صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که حدود 17 میلیون نوزاد در مناطق مختلف جهان هوای سمی تنفس می کنند که ممکن است به رشد مغزانها آسیب بزند. در این گزارش آمده است که شمار کودکان شیرخاره در جهان به 136 میلیون نفر می رسد و با این حساب از هر هشت کودک یک نفر با هوای سمی روبروست. تصاویر ماهواره نشان می دهد که دوازده میلیون و دویست هزار کودک از این تعداد در جنوب آسیا زندگی می کنند. بر اساس این گزارش از این تعداد همچنین چهار میلیون و 300 هزار نفر در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام و در مناطقی زندگی می کنند که سطح آلودگی هوا دست کم شش برابر بیشتر از میزان مجاز بین المللی است. آنتونی لی که مدیر اجرایی یونیسف در این باره گفت آلاینده ها نه تنها به ریه های در حال رشد نوزاد صدمه میزنند بلکه میتوانند مغز در حال رشد آنها و در نتیجه آینده آنها را برای همیشه تخریب کنند. گزارش یونیسف همچنین نشان میدهد که تنفس هوای آلوده میتواند به بافت های مغز آسیب برساند و روند پیشرفت شناختی کودک را تضعیف کند و این به نوبه خود میتواند تأثیری منفی و مداوم روی پیشرفت کودکان در زندگی برجا بگذارد. در گزارش یونیسف از والدین خواسته شده برای کاهش قرار گرفتن کودکان در معرض مواد شیمیایی مزر نظیر محصولات توتون، تنباکو و اجاقهای آشپزی تلاش کنند.